من گفتم هدایایی که به شما میدن قیمتش رو بپرسید، کسی هم که قیمت هدایاتون رو پرسید راحت بگید. خیلی هم اعتراض کردن، تقریبا کامنت مثبتی تو این رابطه نبود و این کامنت ها نشون میداد که جامعه ما اصلا از این دوگانگی ها خوششون میاد. من گفتم قیمت رو بپرسید و قیمت هدایای خودتون رو هم بگید. ماها روی دلسوزی حتی به یه همچین چیزی برخورد میکنیم. خب دیگه من میگیرم برای اینکه دلش نشکنه. نه 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 عزیزم، بذار همینجا. اگه دوست داری بگیر، دوست نداری تازه منتم میذاره که دلش نخواستم بشکنم گرفتم. میره یه غذایی رو میخوره، حالا گشنشه، حالا میگه که میخوره، من حالا دلش رو نخواستم بشکنم. حالا هم من به تو از موضع بالا ترحم کردم، هم یه منتی هم میذاره، بعدن هم میاد یه چیزی هم پشت سر اونم. اگر یه هدیه رو میخوام بدم، حالا یک اورو باشه یا هزار اورو، باید دفاع کنم که این هدیه رو با جون و دل خودم دارم میدم. میگه که این قیمتش چنده؟ میگم یه اورو. تو برای من یه هدیه یه اوروی خریدی؟ میگه پس بده. انتظار مالی از من داری، پس خود منو، هدیه منو نمیخوای. اتفاقا به خاطر شکستن یه همچین چیزایی، ایران که بودم، تولد که میرفتم یا یه جایی که میرفتم، یه دفعه یه چیزی میبردم که براشون عجیب بود. اصلا من خواستم یه چوب بیارم، این چوب منم خیلی شاید از نظر مادی بی ارزش باشه. شما ببینید آیا با عشق و محبت آوردم یا نه. پارش کنم قیمت رو نبینه، ای وای فلان بهمان، اینا چیه؟ یعنی چی؟ بعد من میخوام بگم خود اون طرف رو هم به یه توهم ببر، بعد بگم مرسی خیلی ممنون این چیزی که آورده. ممکنه بگه خب این قیمتش چنده؟ میگم خب ببین عزیزم، من اینو نخریدم، دوست من آورده بود، من با خودم گفتم یه چیز قشنگی میخوام برای تو بیارم، پولی ندیدم براش. خیلی راحت اینو میگی. نه من نمیدونم که مثلا قیمت این چی، مثلا همون موردی که برای من آورد، نه اینقدر قیمتش، نه قلوف میکنم، نه پایین میارم، نه فلان. اتفاقا عکس العمل طرف مقابلتونم میبینید، تازه متوجه میشید که اونا عشق و محبت شما رو میخوان یا نه. اینقدر همه راحتم با من، مثلا یه دفعه میگفت زیبا من در حد 3 اورو، گفتم خب در حد 3 اورو لطفا فلان نونی که من خیلی دوست دارم و 3 اوروست همونو برای من بگیر. طرف میگه نه در حد فلان قد، در حد این. چه اشکالی داره؟ میخوایم بگیم ما برامون قیمت ها مهم نیست، بعد میایین تازه یه منتی هم من گرفتم، حالا یه کسی فقیره یه چیز کوچیکی آورده، تازه عیب نداره دلش نشکنه، قیمتش برام مهم نیست. میام بیرون میگم یه جای دیگه، اوی جلوی خودش بگذره، من برام این ارزش نداره، من رو ترحم دارم از تو میگیرم. بگو جرأت داری بگو دیگه، همون هدیه کوچیکی که نمیخوای و نه، یا بعد از اینکه بیاری بعد برای من رفته اینو آورده، تازم میرید کلی هم تحقیق میخواییم بکنید از فلان فروشگاه که قیمتش چی بود. خب از طرف بپرس دیگه. خیلی وقتا میگفتم از من کاغذ خریدشو داری؟ بعد میگفتش که چطور؟ گفتم میخوام پسش بدم. مگه به من ندادی؟ میخوام پسش بدم. اینا روابطتون رو راحت تر میکنه، اختلافهای خودتون رو هم حل میکنه. یه جنبه دیگه هم اینم داره که من خودم چرا قیمت ها رو میپرسیدم، برای که خیلی وقتا اصلا نمیدونستم، مثلا چون از بس خرید نمیکنم، یه دفعه قیمت بودم این چند گرفتی؟ فکر میکنم این حداقل 50 یورو قیمتشه، نه حالا میخواستم یه تعریفی هم ازش بکنم. یه دفعه گفت ببخشید زیبا، اینی که من برات آوردم 250 یورو قیمتی. من فکر کردم 50 یورو، یا یه موقعی بالاتر حدس می‌زدم، گفتی مثلا یه همچین چیز گرون خریدی، گفت زیبا نه فکرشو نکن، فلان دست دوم فروشی خریدم مثلا 10 یورو. گفتم ای خیالم راحت‌تر شد. اگر شما روابط قشنگ و خوب و راحتی، یا هدیه نبر عزیز من، یا به هدیه رو برای کسی ببر که دوستش داری. میخوایید برای چشمم چشمی هدیه ببری و خودتم بندازی؟ خب نبر دیگه، خودتونم توی روابط مسخره میبرید، بعدش هم تونی شما نمیتونی حتی در رابطه با خودم قیمت به یه مسئله به این کوچیکی حرف بزنی با کسی که براش هدیه میبری. پس ببین چقدر باش فاصله داری. و
پس رابطه تو درست کن، خانه از پای بس ویران است. من چرا با هیچ کدوم از این دوستان مشکل ندارم، تمام همه هم میگن آخ جون زیبا چقدر تو ما رو راحت کردی، ما میخواستیم بریم کلی مثلا فلان فروشگاه برات چیزی بخریم، تو به من گفتی مثلا پولشو بیار، من اینو میخوام یا اینو. از خوشحالی این که من زحمت اونها رو حل کردم، طرف یه دفعه گذاشته 50 گرم روش گذاشته، منو راحت کردی. گفتم تو میخوای بری یه پیرنی برای من بخری که من خودم توش دخل نباشم، باید بدونم چیه، بدونم رنگش، بدونم مثلا چیه. شما میرید برای من یه چیز عجق و عجق میخرید، الان که هیچ کس این کار رو نمیکنه. گفته بودم به اندازه کافی خدا رو پرستیدیم، اگر نوبتی هم باشه نوبت خداست. و اون مسئله‌ای که توی این رابطه خواستم بگم، رابطه برابر. شما با هر موجودی که حتی یک موجود ذهنی، خدا یک واقعیت ذهنی ساخته انسانه و انسان نیاز داره که به این واقعیت ذهنی که ساخته خودشه، مثل بچه‌ای که متولد میکنه، بهش متوسل میشه. این بحث خدا رو نمیخوام الان بیارم، ولی اون چیزی که در این رابطه گفتم اگر نوبتی هم باشه نوبت اون ما رو بپرسته، رابطه برابره. یعنی ما در هر رابطه‌ای که قرار میگیریم، با بچه‌مون هست، با همسرمون هست، با دوستمون هست، با هر کسی، در یک رابطه برابر، give and take. یعنی من چی میدم و تو چی به من میدی، نه اون رابطه از بالا به پایین. آخه مادرمه باید همیشه حرفشو گوش بدم، بچه‌مه باید خودمو براش فدا کنم. شما این رو سر لوح قرار بدی که من این کاری که میکنم نوبتی هم باشه نوبت توه، این رو یه بومانه یه کلید تو ذهنتون میارید در رابطه با یه رابطه برابر. این یه نکته بود. مسئله دیگه که اونم یه کلید خیلی جالب بود که گفته بودم که دقت کنید، این که در چه مواقعی صداش میکنیم، اگر خدایی هم وجود داشته باشه احمق نیست، وقتی اون چیزی هم که بهش میخواییم صداش بزنیم، مواقعیه که احساس میکنیم که بیاد مشکل ما رو حل بکنه. اگر تو یک رابطه گیونتهی که برابر خوبی باشیم، همیشه تو شادیامو تو غمامون در این رابطه، این نمیشه که حالا من یه بدبختی سراغ اومده میرم سراغ زیبا، ولی وقتی خرید از پل گذشت حاضر نیستی که بیای بگه که من این نیازو دارم، این نیاز منو برآورده کن، خدایا من تو رو میپرستم. نه بابا، من تو رو نمیپرستم، الان یه نیازی دارم اومدم دنبالت. اینم در واقع اینه که آنست شدن و صادق شدن با خودت. تو به تقدیر و سرنوشت اعتقاد داری؟ اینا یه مباحث فلسفی، من یواش یواش مسائل رو مطرح خواهم کرد، ولی فقط یه کوتاه میگم به که انسان یک موجودیه در بطن این کائنات و چکیده تمام اون کائناتی، و اگر اراده انسان که اختیارشه منطبق با قانونمندی های اون طبیعت باشه، این دوتا با هم مچ میشن و تقدیر و سرنوشت رو انسان در اختیارش میگیره. این فقط به صورت کوتاه بهتون بگم. تقدیر یا سرنوشت به این کلمات این چنینی رو قبول ندارم، چون یه حالت آره دیگه سرنوشتشه فلان بهمان، یعنی یه نقش اراده رو خیلی، اختیار انسان رو خیلی نادیده میگیره. کلن معتقد هستم که انسان در قانونمندی های جهان رو بشناسه، ارادهش بر اراده جهانی منطبق میشه. قانونمندی هایی که در این جهان ضرورت هستن، اونها چیزاییه که من فردی نمیتونم اونها رو تغییر بدم، بلکه میتونم خودم رو منطبق بر اونها بکنم تا قدرت بگیرم. این یک چیز کلی و کلیدی، اما بحثش خیلی سنگینه، بعد اگر خواستیم اینو مطرح کن. بچه ها گفتن تو تواب بودی، تو زندان توبه کردی و توابا باید لو می دادن تا بخشیده شوند. تو چطور بخشیده شدی و چجور آزاد شدی؟ آیا کسی رو لو دادی یا نه؟ برای این دوستمون که این سوال کرده، من توصیه می کنم که این کتاب منو بخونه، دوران زندان. بله من تواب بودم و توبه کردم، اما بعد از 2 سال، یعنی 2 سال من در واقع کمونیست بودم، اعتقادات کمونیستی خودم رو داشتم، حالا شکنجه میشم، چی میشم، چه داستانهایی پیش میاد اونجاست. بعد که من توبه میکنم و برمیگردم و به شدت مذهبی میشم،
خب میخواستم لو بدم و گفتم همه اطلاعاتمو میخوام بهش به شما بدم، ولی خب اطلاعات منو دیگه گفتن به درد نمیخوره. آیا کسی رو لو دادی؟ اون موقع دوست داشتم همه رو لو بدم، ولی بعد از 2 سال و نیم به دردشون نمیخوره. در واقع بازگشت من و تواب شدن من مطابق با زمانی میشه که لو دادن من تأثیری نداشت. و اینکه چجوری بخشیده شدم و 3 بار داستانش مفصله. کسایی که واقعا این سوال براشون مهمه میرن این کتاب منو مطالعه. تو زندگیت از کی متنفری یا از کی عصبانی هستی و نتونستی اونو ببخشیش؟ کلن با فرد کار ندارم. من با یک جریان فکری کار دارم. حتی از خودم هم متنفر میشم. از خودم هم عصبانی میشم. مادر من به عنوان فرد من باهاش برخورد نمی کنم. مادر من یک نماینده، یک تفکر، یک فرهنگ. من از اون فرهنگ متنفرم و از اون القاعات، از اون آموزه هایی که انسان رو نشاطش رو گرفته. همه کسایی که تو زندگی من هستید که همه رو با اسامی واقعی نوشتم، اینها هم مجرم بودن هم قربانی. خودسازی خودم اینه که در وهله اول خودم رو رها از این جریان فکری، رها از این سیستمی که من رو بسته باز کنم و خودم رو وهله اول خوشبخت کنم. وقتی که خودم رو خوشبخت میکنم میتونم انعکاسش به دیگرانم برگرده. بنابراین من با فرد کار ندارم. آرزوی برای کسی ضربه مالی بکنم، ضربه جسمی بکنم، فلان بکنم، از این چیزایی که توی جامعه ما هست اینا هیچ وقت آرزو نمی کنم. منتها همیشه گفتم که انتقام من هم طوری باشه که سازنده باشه، شما فکرتون عوض بشه، انتقامی بگیرم که این شما را یک قدم از این سیستمی که هستید بیارمتون بیرون. چطور میتونیم در برابر برخوردهای ناجور یا اتفاقات ناخوشایند خودمون رو کنترل کنیم و عصبانی نشیم؟ اولا خودتون رو کنترل نکنید. اینو به فشاریه که به خودت میاری. کنترل میکنم، نمیخوام نشون بدم، سعی میکنم خونسرد باشم. نه. و خشمای کوچیک خودتون رو هم بروز بدید. من یه استوری دارم که اگر خشمای کوچیک خودتون رو بروز ندید تبدیل میشه به خشونت‌های بزرگ. بزرگترین کاری که میتونی بکنی اینه که چگونه در مقابل اتفاقات ناخوشایند و برخوردهای ناجوری که دیگران میکنن که ممکنه عصبیت تو رو برانگیزه، روشی رو به دست بیاری که این روش هم برای خودت سازنده باشه، هم برای طرف مقابل و هم اینکه عصبیت خودت رو به بهترین شکل نشون داده باشی، نه اینکه سرکوب کنی. مثال میزنم، مادرتون شما رو سرکوب میکنه، نمیذاره، محدود میکنه، فلان. خب با خودت بشین فکر کنم، مامان جیغ بکشی، فلان کنی، بلند شی ظرفا رو بشکنی، نمیدونم چیکار کنی، یا با شوهرت بلند شی، نمیدونم فلان فلان شده چی چی چی، این کارا رو بجای اینکه این کارا رو بکنی، خب اولی که یه لیوان آب بخور، چند تا نفس عمیق بکش، میگم عزیزم در ساعات آینده و روزهای آینده منتظر یه پاتک از من باش. خیلی ها از این دوستای من میگم وای از پاتک های زیبا میترسه. یه ضربه به من زدی، یک تحقیر به من کردی، حق منو ضایع کردی، ناراحتی خودمو دارم، ولی رو ناراحتی خودم قشنگ میام میشینم فکر میکنم، میگم آقای فلانی منو عصبی کرد، ناراحت کرد، به من یک ضربه زد. برای این به عنوان یه پروژه خیلی قشنگ بهش نگاه میکنم، میگم یه روز دو روز قشنگ میام میشینم، باور کنی تو اتاقم هم یه جایی دارم همیشه محل مدیتیشنمه. میشینم میگم خب زیبا چه فکری داری برای این مسئله، برای این آقای ایکس حالش جا بیاد دیگه. بعد از 2 سر روز اینجور وقتی که میشینی فکر میکنی هم عقل سر جاش میاد، حالا مثلا 2 تا چیز بشکنی، 2 تا نمیدونم جیغ و داد بکنی، بزنیش،
یه بار اومده بودم یکی رو بزنم، اینقدر هم این بازوش محکم بود، حالا اونو زدم خودم دستم و اینجا دیدم که دیگه باید دستم نزنمش دیگه، دست خودم درد گرفته بود. حالا اگر همون آقا یا خانمی که این سوالو کرده موردش رو بیاد بگه، من بهش یه راه حل قشنگ میدم. و یکی از مهمترین راه حل ها افشاگریه. از همین اینستاگرام استفاده کن، بیا اسم اون آقا رو بیار، آقای ایکس شما فلان روز که فلان کار کردید، من الان میخوام درباره این مسئله حرف بزنم، تمام جمع دوستان من در رابطه با این مسئله قضاوت کنم. چرا رفتی گفتی؟ چرا اینجوری کردی؟ گفتم مگه اینجور نشده؟ خب بیا ببینیم مردم در مورد من و تو چه قضاوتی میکنن. این کتابای من زندگی منو نجات داده، تمام عصبیت های منو تنظیم کرده. سر دو صفحه، یه صفحه، یک خط فلان دکتری بود که حرف نمیزد، اصلا اهمیت نمیداد، زنگ زده زیبا میخوام ازت خواهش کنم اون جمله رو فلان کنه. گفتم چطور شد؟ زیبا اهمیت نداشت؟ زیبا چی نداشت؟ شما الان نه من میخوام با تو حرف بزنم. گفتم باشه. خیلی هم اونجا خونسرد، خیلی خوب صحبت. یه استوری هم به شما دارم، عمل انجام شده قرار بدید آدم ها رو، مرخی که از قفس پریده رو برید بگیرید. کاری که تو کردی پاش وایستا دیگه، یا تو اشتباه کردی عزیزم؟ اشتباه کردی با من اشتباه هم میکنم، تاوانش هم میدم. در رابطه با مسائل مالی اینجوری شد، پولای منو خوردن فلان کرد، خیلی کارا کردم، گفتم زورم نمیرسه، حداقل که دوت افشاگری که میتونم بکنم. و حالا روش های دیگه که میشه. خب اینم از این. اگر زن و شوهر یکی حاد باشه دیگری سرد باشه، چطور میتونن با هم رابطهشون حفظ کنن؟ این مورد خیلی ها هست. اولا شما چرا رابطتون رو میخواییم به هم بزنیم؟ به خاطر اینکه با هم دیگه متفاوتیم در زمینه سکسی. آدمی ممکنه در زمینه سکسی خیلی متفاوت باشه، ولی در زمینه های دیگه خیلی به هم نزدیک باشه. من الان دوستی دارم که وقتی بهش میرسم رابطه احساس جنسیم برانگیخته میشه، دوستی دارم که اصلا رابطه جنسی هیچ وقت با هم نداشتیم، ولی همون دوستم خیلی هم دوستش هم دارم. چرا باید به هم بزنم بگم که آقا تو هاتی بیا فلان از این چیزایی که هست سردی؟ خب یکی سرده، یکی هاته، یکی فلانه، من حتما میخوام چی چون من هاتم تو هم هات باشی؟ بابا این همه هات، برو سراغش دیگه. اون یکی هم که سرده، اون همه سرد، برو سراغشون. تو برو ارضا کن خودتو، بعد بیار. لازم نیست که رابطه تو به هم بزنی از من. اگر من دوست دارم دوستمو، خب میگم که من الان نمیتونم با تو رابطه جنسی برقرار کنم. خب برو رابطه جنسی فلان دوستم هست، فلان کس هست. براتون سنگینه، ولی اگر قبول کنی اتفاقا زن و شوهرها یا زن و مردها همیشه برای هم دیگه میمونن. طرف میگه بابا جان من چرا باید این شوهر رو ول کنم وقتی که من در کنارش آزادم؟ چرا باید من این زن رو ول کنم وقتی که در کنارش آزادم؟ خب ولی من میگم تو غلط کردی به فلان کس نگاه کرد، تو غلط کردی فلان کس. خب اونم میره نگاه میکنه، هر کارم بخواد میکنه، بعد میای شما میمونید و قوقل قوقل. یه مجموع مشاوره های گرم از مشاوره های زیبا ناوک میتونید برید اینو، البته این کتاب نیست، به صورت جزوه در آوردم، ولی توی کانالم هست. مشاوره های من فقط جنسی نیست، ولی چرا جنسی برجسته میشه؟ به خاطر اینکه خیلی کمتر کسی تو جامعه ما هست که در رابطه با مسائل جنسی اینقدر راحت صحبت کنه مثل من. شما میرید ببینید حتی اون آقایون و اون دکترا و فلان اینایی که میخوان که خودشون از کلمه کیر، گفتن کلمه کیر وحشت دارن. آیا میخواد مشاوره بهت بده؟ اگه کلمهش بده خب جنس هم بده دیگه. کدوم دکتر و کدوم مشاور رو میشناسی راحت بیاد در رابطه با کیر و کس و کون و سکس و اینا انقدر راحت صحبت کنه که مثل من؟ کیر کس میگه سرخ میشه، خب این مشاوره میخواد بده بهت عزیز من؟ واسه همینه مردم خیلی پسراج به دخترای راحت میان میشه من. یه دونه عکس کیر یکی بیفرسته، اون یکی بخش میکنه، فکر میکنه که چی بمب اومد. من اینقدر کیر دیدم، مسئله نیست، مشکل نیست، منتها میخواین من نظر بدم باید هزینه مشاوره رو بپردازید. آلت نمایی جز آرزه های روان پزشکی این بیماری ها نشون داده. شما میخوای بیاید به من هی نشون بدی، یا هزینه مشاوره رو بپردازید، 100 تا کیرتو بفرست.
بابا دیگه یه بار آدم میترسه دیگه. حالا تو وقتی که دکتری باشه که تو میخوای بری بگی خب نه اینجوری صحبت نکنه اونجوری صحبت خب تو اینه که بچه ها میان سراغ من دیگه. امیدوارم انقدر آدم ها زیاد بشه که اصلا زیبا ناوک اصلا حساب نشه. امیدوارم انقدر زیاد بشه بگن عجب زیبا ناوک حرف جدیدی نمیزنه که. خوشحال میشم بچه ها. هزینه‌اش چقدره؟ چندین ساله که با وجودی که اینقدر یورو رفته بالا ولی این هزینه رو ثابت نگه داشتم برای ایران. 50,000 تومان برای ساعتیه. ولی این هزینه رو کسی که میپردازه برای خودش ارزش قائل میشه که میخواد مشکلش رو حل کنه. برای تمام کسایی که میخوان من کم حساب بکنم اصلا امکانات رایگانم هست دیگه. امکانات رایگان من تو کانال ها و فلان. تو خودت باید کسی مشاوره بده. خب به منم میدن مشاوره میدن. مگه فکر میکنی من نیازمند نیستم؟ معلومه که من نیازم مثل مشاوره دارم. از ایران چه جوری هزینه رو میتونیم بهت بدیم؟ شما وقتی با من تماس میگیری من یه شماره حساب در ایران براتون میدم. دوستان ببینید من از تمام امکانات مجازی برای روابط واقعی استفاده میکنم. یک رابطه واقعی که من میتونم حسش کنم، لمسش کنم، باهاش قدم بزنم، باهاش غذا بخورم، سکس کنم، کار اقتصادی داشته باشم و و و و و و و این کسی که تو زندگی واقعی من نقش مهم داره. یکیش به 1,000 تا فالوور ارجحیت داره. حتی یکیش به 10,000 تا فالوور. توی کارهام، تو روابطم، تو مسیجام هر روز میبینم که آدمای واقعی با من ارتباطشون بیشتر میشه. اکثریت این کسایی که تو تلگرام ها و کانال ها و اینجور چیزا هستن برای سرگرمیه. من کارم سرگرم کننده انسان ها نیست. من حتی از این که کانالم تعدادش بیاد پایین و 100 نفر بشه و این 100 نفر برای من آدمایی باشن من بتونم باشون توی روابط واقعی قرار بگیرم. میخواد بیاد با من صحبت میکنه، کتابمو میگیره، برنامه میذاره، فعالیت داریم. اینا برای من ارزش داره. ما از این بگویه بندیشه های چپی هنوز باور داریم و چه از چه فلسفه‌ای تاثیر گرفت. من از دوران چپی بودن خودم که 6 سال کمونیست بودم ازش ممنونم، خیلی چیزا یاد گرفتم. ولی من نه چپیم نه کمونیستم و نه اعتقادی به یک جریانی دارم، راست چپ فلان هیچی. قطعا در این مثلا برنامه‌های فودشیرینگ من، این برنامه‌های سوسیالیستی من، این برنامه‌هایی که شیر کردنای من، این زندگی مشارکتی که با مردم دارم، این افکار سوسیالیستی و کمونیستی و اینام رو من تاثیر داشته 100%. و من از اون دوران ممنونم. ولی من کمونیست نیستم و من اعتقاد به یک سری اینجور برنامه‌هایی که کمونیستا دارن از اون مرحله گذشتم. همونطوری که در رابطه با اسلامم ازش، مذهب به عنوان سمبل مذهبی که من قبولش داشتم ازش ممنونم، خیلی چیزا یاد گرفتم در رابطه با مسائل عرفان، مسائل فلسفه، مسائل فلان. ولی من مسلمان نیستم، خداپرست نیستم و اعتقادی به مذهب ندارم. برای من خیلی کمن، برای روح من، وجود من خیلی کمه. مثل یه بچه‌ای که شیر میخوره، حالا دیگه شیر براش کافی نیست، ولی شیر کمک کرده به رشدش. اینم از اینجا. از چه فلسفه‌ای تاثیر میگیرم من اصلا الان نمیدونم از چی. تاثیر گرفتن من لحظه به لحظه است. از یه بچه میتونم تاثیر بگیرم، از یک بزرگ، از یه پیر، از یک، از همه چی. و هیچ فلسفه خاص، مکتب خاصی بهش پایبند نیستم جز آنچه که خودم حسش میکنم و درست میدونم. در اسلام خدا مرد بوده، دلیلش اینه قوا ضمیر مذکر است. آفرین آفرین، این ضمیر هوه درسته، زن و آدم حساب نمی کنه. یه بار من یکی از بچه ها اومده بود گفتش که زیبا چرا تو کچل کردی؟ گفتم کچل کردن و توی این برهنگی تو خیلی از مکاتب هست. در برهنگی، برهنه شدن خودتون، توی آب که میرید، توی طبیعت که میرید، توی همه جایی که واقعا احساس ارتباط و حل شدن در کل طبیعت رو میکنید، نه که حالا مثلا شرم آل آدم نباشه، اصلا براتون مهم نباشه کی است. یکی برهنگی، یکی هم این که وقتی که موهاتون رو کاملا از ته میتراشید کچل کردن. دو تا چیزی گفتم، ولی چون زنا رو آدم حساب نکردن هیچ وقت اینا رو برای زنا نگفتن. این دوستمون که گفتش که
هو یعنی چیز خدا همیشه مذکر بوده. آره واقعا اصلا توی تمام ادیان هم در زمانی که ادیان به وجود اومدن اصلا زن همیشه یه عنوان یه ضعیفه بوده. اصلا شما توی اسلام اصلا زن خطاب نمیشه، تازه اصلا به مردا بگن که زنان نمیدونم کشتارهای شما اصلا چی هستن فلان هستن. مسیحیت هم خیلی جالبه، میگن فاتا، حالا فادر، خب پدر بزرگ، پدر چرا میگی؟ خدا مگه مرده؟ بس ببینی یه جنسیت میگن. این زیبا به هیچی اعتقاد نداره، آفرین، درسته، به هیچی اعتقاد نداره. تنوع میخوام، خوب کاری میکنی، تنوع همه میخوام، منم تنوع میخوام. مگه ما تنوع در غذا نمیخوایم، در لباس نمیخوایم، در همه چی تنوع میخوایم، در مسائل سکس و مثل همه مسائل دیگه هم تنوع آدم میخواد، در روابط هم. تا شما اگر تمام فقط هر روز منو ببینید خسته میشید، دوست داری بری همسایه‌ام هم ببینی، اونم ببینی، اینم ببینی، اونم ببینی. تنوع میخوای کاملا نرمال و طبیعیه. رهنمودهای زیبا نابک در رابطه با طراوت پوست. دوستان این رو یادتون باشه، هر چقدر شما خودتون باشید، اصلا زیبایی یه چیز درونیه. شما هر روز میتونید برای خودتون خوشگلتر بشید. من دوستایی دارم بسیار زیبا ولی همش خوششون زشت میدونن، همش مشکل با صورتشون دارن. اکثر کسایی که خیلی خوشگلن با خودشون مشکل دارن، با زیباییشون مشکل دارن، با پوستشون مشکل دارن، با چشماشون، با رنگ، با دهنشون، با لباشون، با مشکل دارن. این مشکل در پوست و صورت و چشم و نمیدونم ظاهرشون نیست. آلمانی هم دوتا کلمه خیلی قشنگی داریم، یکی ظاهر و یکی نوری که از درون شما، خیلی قشنگه، آوسشترالون میگن، آوسه. این دوتا کلمه رو عاشقش هستم، چون اون آوسشترالون یعنی اون چیزی که از درون تو به بیرون متساطه میشه هستش که در قلب دیگران میفته. و این وقتی هم حتی میری جلوی آینه، اون نوری که از درون خودت هست توی وجود خودت میفته و تو رو زیبا میکنه. اینه که هر چقدر از درون خودت راضی تر بشی، بعد میبینیم به به چقدر پوستم قشنگ شده، چقدر صورتم، چقدر خودم، چقدر نفس کشیدنم تغییر کرده، چقدر لذتم از زندگی بیشتر شده. این واقعیت عزیزم. زیبا همون هم... زیبا هنوز بلا بیر نیست، جغ میزنی این چیزه. آره راست میگه که من دو سه تا عکس داری یا ترک کرد با لبه میز خود ارضایی بکنم، ترک نیست. خب من هیچ وقت نمیام بگم یه چیز رو میخوام ترک کنم، چون اگر یه چیزی رو بخوام ترک کنم خیلی خوشم اومد از این مرد. یه مردی بود فکر کنم، یادم رفت بالا دیگه نفهمیدم، خیلی بامزه بود ولی فکر کنم یه مرد بود پرسید این سوال. من هیچ وقت اگه بیام به زور یه چیزی رو ترک کنم، در وجود من یه زیبا ناوکی هست که همیشه میگه که چرا به من تحمیل میکنی یه چیزی رو. باید من با خودم هم خیلی با آرامش برم جلو، با خودم مثلا اگه بخوام بگم امروز این چیز رو نمیخوام بخورم، یه رب نمیکشه، میبینم رفتم همونو خوردم، بعد میگم زیبا دیدی باز خواستی به خودت یه چیزی رو بگی وجودت نذاش. یکی یه مسئله، هیچ وقت من به زور نمیگم ترک کنم اینو، ولی من مدت‌ها، خیلی مدت‌های زیادیه که خود ارضایی نمی کنم، به خاطر اینکه اصلا انقدر ارتباطهای من قشنگ شده، تحریک شدنم و این نیازی مثلا نمیبینم. ولی این دوستمون که این سوالو کرد، بعضی وقتا ضربانهاش میاد، میخواد ببینم، بعد میگم ببینم الان میرم مثلا دم دوباره لبه میز خودمو بمالم، میبینم نه تا اونجا هم نمیرسه. بعد میگم نه چقدر قشنگ، چقدر خوب، چقدر ارتباط های من، چون یه کلیپی در رابطه با خود ارضایی دارم و اگه شما برید اونو نگاه بکنید میدونید، و این نشون میده که چقدر ارتباط های من در یک مسیر جالبی رفته که نیاز نیستش که من هی بیام اینو با اصلا واقعی تر شدم. و هر چقدر که واقعی تر میشی از این که فقط بری توی خودت و ارضای مکانیکی خودت بکنی دور میشی. سوال قشنگی بود.
الان دیگه خود ارضایی نمی کنم، مدت هاست نمی کنم، حسش نمیاد، لازم سیگار رو ترک کنیم. اصلا ببینیم، من هیچ وقت نمیگم که یه چیزی رو ترک کن یا نکن. ببین این یه چیزی که تو رو آزار میده، تو دوست داری؟ آزارت نمیده، برو انجام بده دیگه. من یکم خواست خودشو بکشه، گفتم برو خودتو بکش، چه برسه به اینکه بگم سیگار نکن میخوای. ولی من سیگار، مشروب، اینا بدن من، من اصلا توی خیابون یه سیگاری اون و امروز داشتم میرفتم، دیدم واقعا من 20 متر با هم فاصله داشتم، یه ذره دودش وایستادم اون تقریبا دیگه اون 50 متر بره، 50 متر، چون دیدم یه ذرهشم منو از اون حال قشنگی که میخوام، هوای قشنگی که میخوام استشمام کنم، و خب من بعدم میاد، شما خوشت میاد، خب برو بکش، میخوای ترکش کنی، چیزی رو ترک کن که آزارت میده. وقتی که میبینی که سرفه میکنه، پوستش بد شده، خب فقط یه لحظه برای این که اون تو اون فانتزی، تو اون حال چیزش بره، خب پوستش رو نمیبینه، معدهش رو نمیبینه، خیلی چیزای دیگر رو نمیبینه، خب معلومه که با بدن خودش ارتباط قشنگی نداره. من دیروز یه تیکه گوش خورده بودم، یه ذره که خورده بودم احساس میکردم که اصلا بدن من دیگه نمیخواد، من به زور که نمیام گوش نخور. وقتی با بدنت ارتباط برقرار کنی، خودش میگه، خودش بهت میگه چی بخور، چی نخور، چی کار کن، چی جوی. خیلی از دوستای من یه دفعه میمدن گفتن زیبا دیگه مشروب برای ما هیچ مزه نمیده، گفتم وای چقدر جالب، این داری ارتباط قشنگی که با درون خودت پیدا. من یه سیگار میکشم مزه نمیده، گفتم اونه، ببین داری یه چیزایی در درون خودت با بدن خودت آشتی میکنی که بدن خودت داره بهت جواب میده.